درود بر شما عزیزان همراه، من هانیه حیدری هستم و امروز در مؤسسه گل و گیاه چماس میخوام به یکی از سوالهای پرتکرار شما پاسخ بدم: میزان و دفعات آبیاری در گیاه سانسوبریا. با همدیگه بررسی کلی در مورد در واقع نگهداری و شرایط مطلوب این گیاه خواهیم داشت. همونطور که میدونید گیاه سانسوبریا در بستر خاک نیمه سنگین مطلوب ترین رشد رو داره. بافت خاک نیمه سنگین میتونه مدت زمان طولانی تری رطوبت رو در خودش حفظ کنه و از اونجایی که گیاه سانسوبریا تمایل داره که خاکش رطوبت بسیار بسیار کمی داشته باشه، پس گیاه سانسوبریا از جمله دست گیاهانی است که به آبیاری کمتری در طول زمان نیاز داره. اما ما نمیتونیم برای گیاه شما در واقع زمان مشخص کنیم، به این دلیل که گیاهان در شرایط و عوامل مختلف میزان و دفعات آبیاریشون متفاوت میشه. به طور مثال ما الان در واقع در طبقه بالا گیاه سانسوبریایی داریم که با گیاهانی که در واقع در کف گلخانه چیده شدن در یک سایز از گلدان و در یک بستر از خاک هستن، اما به دو دلیل میزان و دفعات آبیاری اونها متفاوته. اولین دلیل، گیاهی که در بالا ارتفاع قرار گرفته به دلیل دما خاک رطوبتش رو زودتر از گیاهانی که در سطح قرار گرفتن از دست میده. و دومین دلیل، گیاهی که در ارتفاع قرار گرفته 6 ماه 7 ماه از تعویض خاکش میگذره و گیاهی که در سطح قرار گرفته تازه چند روزه که تعویض گلدون شده، تعویض خاک شده. گیاهی که تازه تعویض خاک میشه به مراتب کمتر از گیاهی که مدت‌ها از زمان تعویض خاکش میگذره به آبیاری نیاز داره، به این دلیل که خاک جدید مدت زمان بیشتری میتونه رطوبت رو در خودش حفظ کنه به نسبت خاکی که فرسوده شده. با این جنبندی فکر میکنم شما هم حالا میتونید من رو درک کنید، چرا من نمیتونم به شما بگم هر 3 روز 4 روز 5 روز هر 10 روز به گیاهتون برای گیاهانتون آبیاری رو انجام بدید یا نه. به این دلیل که شما باید خاک گیاهتون رو در هر آبیاری چک بکنید، 1/3 سطح روی خاک کاملا خشک بود آبیاری رو انجام بدید. و حتما در نظر داشته باشید، چون میگن گیاه سانسوبریا گیاهیه که خشکی رو دوست داره، مراقب باشید که خشکی که به گیاه میدید انقدر زیاد نباشه که در واقع ریشه گیاه دچار تنش خشکی بشه. و یک مورد هم فکر میکنم بد نباشه بهتون بگم که از اونجایی که گیاه سانسوبریا از جمله دست گیاهانی هستش که عموماً سالانه، یعنی هر 1 سال در واقع ما خاکش رو تعویض میکنیم، بد نیستش که هر چند ماه از هیومیک اسید به صورت آبیاری برای گیاهتون استفاده کنید که کمک میکنه بافت خاک بتونه مواد مغذی رو در جذب مواد مغذی در واقع راحت تر باشه. امیدوارم که این مطالب براتون مفید واقع شده باشه.